دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که از سال 1989 تا کنون 45 هزار شهروند افغانستان قربانی انفجار مین و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ شدند. این نهاد روز یک شنبه سی و تیر با انتشار پستی در ایکس گفته است که این آمار به این معناست که در هر ماه یک نفر در افغانستان قربانی مین و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ شدند. دفتر هماهنگ هم کننده کمک های بشر سازمان ملل گفته است. اما در سال 2024 کمبود بودجه بودجه برنامه های پاکسازی مین و کمک به قربانیان را تهدید می کند و جان سه و میلیون نفر را به خطر می اندازد. اوچا پیش از این گفته بود که از ژانویه تا جوان سال 2024 میلادی در مجموع 292 نفر در افغانستان قربانی مین و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ شدند این نهاد گفته بود که 88 درصد از قربانیان کودکان بودند 50 درصد از این رویدادها زمانی رخ داده که کودکان در حال بازی با مواد انفجاری باقی مانده از جنگ بودند و 15 درصد دیگر زمانی رخ داده که کودکان در حال جمعوری آهمپاره بودند. گفتنی ایسا افغانستان به دلیل چند دهه جنگ از جمله کشورهایی است که مینها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ هنوز جان شهروندانش را تهدید می کند. بخشی از این مینها را طالبان در بیش از دو دهه گذشته در بخش های مختلف کشور کارگزاری کردند. سازمان ملل متحد میگوید که سه میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری مینها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ زندگی می کنند.